سرخط خبرها افشای یک جنایت وحشتناک طالبان. تحقیق یک رسانه هورا ساداد زن یوتیوبر بر اثر شکنجه در بازداشت طالبان جان باخته است. محافظان گماشته شده طالبان در جنگلات پسته در تخار یک مرد را کشتند. یک مهاجر افغان در جریان کار ساختمانی در ایران جان باخت. طالبان از فروش نزدیک به 4000 قیراط زمرد پنجشیر خبر دادند. شهروندان خارجی تنها با ویزای سفارت‌های همکار طالبان به افغانستان می توانند سفر کنند. و منابع عربی: در صورت درگیری میان تهران و تل‌آویو، پاکستان به ایران موشک‌های بالستیک مفرستد. سلام دوستان، به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. تحقیق یک رسانه هورا ساداد زن یوتیوبر بر اثر شکنجه در بازداشت طالبان جان باخته است. زن تایمز در گزارش افشا کرد که برخلاف ادعای طالبان، علت هورا ساداد یوتیوبر زن مسمومیت نبوده است. نویسندگان این گزارش به نقل از منابع خود گفتند که او سال گذشته بر اثر شکنجه در بازداشت طالبان کشته شده است. زن تایمز افشا کرد که هورا و دو خواهرش در تاریخ 22 سرطان سال گذشته به اتهام فساد اخلاقی توسط طالبان دستگیر شدند، اما پس از یک ماه در نسته اسد آزاد شدند. زن تایمز به نقل از یکی از دوستان این سه خواهر افشا کرده که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. به گفته این منبع، طالبان در زندان به این سه خواهر گفته بودند که اکنون نمی توانیم شما را بکشیم چون ردش به ما پس می آید، اما شما را زنده نمی مانیم. در کمتر از دو هفته بعد از آزادی آنان، خبر مرگ هورا ساداد در شبکه اجتماعی دست به دست شد. دو منبع موثق به زن تایمز تایید کردند که هورا ساداد پس از اظهار فرماندهی امنی طالبان کشته و علائم از شکنجه نیز در بدن او دیده شده بود. با توجه به سابقه شکنجه زندانیان توسط طالبان، بسیاری انگشت اتهام را به سوی این گروه نشانه گرفتند. زن تایمز بر اساس تحقیقات خود نوشت که پس از انعکاس گسترده مرگ مشکوک هورا ساداد، طالبان با انتشار یک روایت جعلی گفتند که او در اثر مصرف مرگ مو جان باخته است. زن تایمز گفت که طالبان در مستند 20 دقیقه‌ای درباره مرگ هورا ساداد خانواده او را مجبور کردند تا روایت مورد نظر آنان را تایید کنند. یکی از منابعی که جسد هورا ساداد را قبل از دفن دیده بود با زن تایمز گفت قفس سینه‌اش زخم شده بود، یکی از رگ‌های گردنش قطع و پشتش از اثر لد و کوب کاملا سیاه شده بود، فقط صورتش سالم بود. یکی از کارمندان این شبکه یوتیوب با زن تایمز تایید کرد که ویدیوهای هورا ساداد به درخواست طالبان حذف شده است. یک جنایت وحشتناک دیگر طالبان. طالبان در پروان یک عضو نیروهای ویژه حکومت پیشین را ربوده و سپس به قتل رساندند. منابع محلی در پروان گفتند که طالبان یک عضو قطعه خاص نیروهای پلیس حکومت پیشین را نخست ربوده و سپس به قتل رساندند. منابع روز سه شنبه 16 اسد به روزنامه 8 صبح گفتند که این نظامی پیشین به خانه یکی از بستگانش در منطقه ریگروان کاپیسا رفته و طالبان او را پس از برگشت از آنجا در مسیر را بازداشت کرده بودند. به گفته منابع، جسد این نظامی پیشین روز گذشته از ولسوالی بگرام ولایت پروان پیدا شده است. این فرد فهیم قاضیهی نام داشت و باشنده روستای چربرج ولسوالی جبل سراج بود. منابع افزودند که فهیم پس از سقوط حکومت پیشین بیکار و مصروف کشاورزی بود. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. محافظان گماشته شده طالبان در جنگلات پسته در تخار یک مرد را کشتند. منابع محلی در تخار گفتند که محافظان گماشته شده طالبان در جنگلات پسته در ولسوالی فرخار این ولایت یک مرد را به قتل رساندند. منابع روز دوشنبه 15 اسد گفتند که این فرد عبدالقیوم نام داشت و جمعه شب هفته گذشته در روستای فرگرد ولسوالی فرخار به قتل رسیده است. به گفته منابع، فرد کشته شده پس از آن که به یک جنگل پسته در دره پایین فرخار رفته بود، هدف قرار گرفته و کشته شده است. عبدالقیوم از قوم گجر بود
و چند سال به این سو در روستای دره بالای فرخار زندگی میکرد. یک مهاجر افغان در جریان کار ساختمانی در ایران جان باخت. منابع محلی در غزنی گفتند که یک باشنده این ولایت در اثر برق گرفتگی در هنگام کار ساختمانی در ایران جان باخته است. منابع به روزنامه 8 صبح تایید کردند که این رویداد روز دوشنبه 15 اسد در ولایت اصفهان ایران رخ داده است. این مرد رحمت الله جوادی نام داشت و باشنده اصلی ساحه سوخته ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود. طالبان از فروش نزدیک به 4000 قیراط زمرد پنجشیر خبر دادند. طالبان در 21مین دور تاراج زمرد پنجشیر از فروش نزدیک به 4000 قیراط زمرد خبر دادند. ریاست مادن و پترولیم طالبان در پنجشیر امروز سه‌شنبه 16 اسد اعلام کرده است که مقدار 3977 قیراط زمرد استخراج شده از مادن این ولایت را به ارزش 124600 دلار به فروش رسانده است. بر اساس اعلام ریاست مادن طالبان در پنجشیر، این مقدار زمرد امروز از طریق مزایده به فروش رسیده است. این مقدار زمرد در دو هفته اخیر از معادن ولسوالی حصه اول پنجشیر استخراج شده بود. طالبان گفتند که 10% از قیمت فروش زمرد به این گروه میرسد و متبقی آن به شرکت های قرار دادی. طالبان معادن زمرد پنجشیر را بر اساس دستور هیبت الله رهبری این گروه استخراج و محصولات آن را به فروش میرسانند. شهروندان خارجی تنها با ویزای سفارت‌های همکار طالبان به افغانستان می‌توانند سفر کنند. وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که شهروندان خارجی با ویزای سفارت‌های حکومت پیشین می‌توانند در افغانستان بمانند. به گفته این وزارت، اتباع خارجی تنها با ویزایی که از سفارت‌های همکار طالبان دریافت می‌کنند به افغانستان سفر می‌توانند. وزارت خارجه طالبان بار دیگر روز دوشنبه اعلام کرد که خدمات کنسولی نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در بریتانیا، بلژیم، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، نروژ، کانادا، استرالیا و شهرهای بن و برلین فاقد اعتبار است. طالبان گفت اسناد کنسولی سفارتخانه ها به دلیل فساد اداری، نبود شفافیت و عدم هماهنگی با وزارت خارجه طالبان در کابل معتبر نیست. طالبان تنها خدمات کنسولی سفارت های افغانستان در اسپانیا، بلغاریا و جمهوری چک را به دلیل هماهنگی با این گروه مدار اعتبار دانسته است. منابع عربی: در صورت درگیری میان تهران و تل‌آویو، پاکستان به ایران موشک‌های بالستیک می‌فرستد. منبع عربی به اورشلیم پست گفته است که پاکستان تصمیم دارد از ایران در برابر اسرائیل با ارسال موشک‌های بالستیک میان برد، یعنی شاهین 3، حمایت کند. این رسانه روز سه‌شنبه 6 آگوست گزارش داده که پاکستان در نشست سازمان همکاری های اسلامی در جده از تصمیم خود برای کمک به ایران خبر داده است. هرچند گزارش ها در مورد زمان دقیق حمله ایران به اسرائیل زد و نقیز بوده، اما یک منبع ایرانی گفته است که حمله تا 48 ساعت آینده را خواهد داد. نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی به درخواست ایران و پاکستان روز گذشته در عربستان سعودی برگزار شد. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.